آخرین کنفرانس خبری سال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در فضایی برگزار شد که بحران در سوریه و حمله سایبری به ایالات متحده سرخط خبرها را به خود اختصاص داده بود رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن اشاره به بحران سوریه خواهان ارسال یک نهاد ناظر بیطرف این کشور شد وی در ادامه گفت شاهد اتخاذ استراتژی محاصره و گرسنه نگه داشتن افراد غیر نظامی بودیم شاهد هدف قرار دادن اعضای سازمان های بشر و پزشکان هستیم. همچنین با از بین رفتن کامل محله ها و تبدیل شدن آنها به آوار و زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل مواجه هستیم. مسئولیت این خشونت ها و جنایات متوجه رژیم اسد و متحدان آن یعنی ایران و روسیه است. حملات سایبری به کمیته ملی دموکرات ها موضوعی بود که از طرف یک خبرنگار مطرح شد. باراک با ما مسئولیت این حمله را متوجه روسیه و رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر پوتین می داند. بدون اطلاع و دخالت ولادیمیر پوتین هیچ اقدامی در روسیه صورت نمی گیرد. این عملیاتی بوده که دستور آن از بالاترین درجه سلسله مراتب صادر شده است. زمانی که موضوع اتخاذ سیاست ها به خصوص نسبت به آمریکا مطرح باشد، هیچ بحث و تصمیم گیری دموکراتیکی در روسیه در کار نیست. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست رهبران گروه 20 در چین به همتای روس خود نسبت به حملات سایبری هشدار داده است اف و سرویس های امنیتی آمریکا اعتقاد دارند روسیه با حملات سایبری به دونالد ترامپ در جهت رسیدن به پیروزی در انتخابات کمک کرده است